در همه جای دنیا بازار بورس یکی از بهترین فرصت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاریه که هم موتور تولید و پیشرفت کشورها رو فراهم می‌کنه و هم برای سرمایه‌گذاری فرصت سودآوره. در واقع در خیلی از کشورها سرمایه‌گذاری در بورس شغل دوم افراده که گاه درآمد اول زندگیشون رو می‌سازه. در ایران هم با تمام فراز و فرودها و ریسک‌های احتمالی داره نشون میده که در مجموع بازار بورس ایران هم روند صعودی داشته و در حال جذب به سمت خودشه. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد در همایش‌های خودش میخواد زمینه آشنایی بیشتر و آگاهی در رابطه با بازار بورس و سرمایه گذاری رو برای شما هموار کنه. در این همایش‌ها شما متوجه میشید که چطور باید وارد این بازار بشید. با روش علمی انتخاب سهم و تحلیلی بورس آشنا بشید. راستی اینو هم بهتون بگم، حتی اگه خودتون هم نمیتونین خرید و فروش کنین، میتونین خرید و فروشاتونو به ما بسپرین. استارت بورس رو با آرمان اقتصاد بزن. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد. مردم بتونن این 30-40 تا سهم رو تحلیل بکنن یا نه، خب بله مسئله مهمی. بعدم بخوان همه اینا رو خرید فروش بکنن، تعداد سفارشاتی که رو سامانه معاملات میاد خود قطعا فشار میاد. به خاطر همینم بود اصلا ETF طراحی شد که گفتیم مردم به جای اینکه با چند ده نوع سهم، 30-40 نوع، 50 نوع سهم بخوان به اصطلاح درگیر باشن، بیان 3-4 تا نو یونیت ETF رو، حالا چند تا صندوق بکنه. تشکیل بدیم 5 تا مثلا قرار بود تو سهام دولت صندوق تشکیل بشه. من تا خب یه ملاحظاتی هم بود و اینها، من مجموعاً فکر میکنم الان هم خب کسانی که نمیخوام مستقیم درگیر بشن میتونن سهامشون رو بذارن در سرمایه گذاری استانی باقی بماند، اون میره داخل یه صندوق در واقع منطقه‌ای، یونیت های اون رو میگیرن دیگه. درسته. لازم نمیشه 50 تا شرکت خودشون هی نظارت کنن، مراقبت. یک دارایی هست، یک دارایی قرار من نگه دارم، فرزندم ازش استفاده کنه، خودم سهام، حتی برم سهامای دیگر رو بخرم. خب تاکیدم آقا معظم رهبری هم این بوده که مردم سهامداری رو یاد بگیرن. البته این نقل قولیه که آقای دکتر طیب نیا داشتن، معمولا من از این جهت رفرنسم این هست، ولی خب مردم سهامداری کنن، چون اگه مردم این سهم رو نگه دارن، سودشون رو برن تو مجمع بگیرن، بگن خوبه، چیز به اصطلاح گزینه خوبیه برای سرمایه‌گذاری، شاید برن سهمای دیگر هم بخرن، نه تنها نفروشن بلکه برن سهمای دیگر هم بخرن. این فرصته. اما با توجه به اینکه در واقع این نمادها در واقع بزرگهای بازار و سهمهای بنیادی هستن و سودآورهای بازار هستن. دقیقاً. و این نمادها نمادهایی هستن به هر حال بخشی از سهامش هنوز دست نهادهای عمومی غیر دولتی هست، هنوز بخشش ممکنه در لایه‌های دولت به مفهوم زیر مجموعه‌های بانک‌ها اینا هست. من اگرم بخواد مثلا این ور اون ور بشه، بالاخره میشه رو کمک حقوقی یا اینام حساب کرد. با توجه بنیادی بودن این نمادها، دارندگان سهام عدالت سرمایه خودشون رو در حد امکان حفظ بکنن یا به اون اضافه بکنن، و با توجه به اینکه بازار سهام ما همواره از تورم جلوتر بوده و در واقع بازدهی بیشتری داشته، از این ناحیه منافعی رو که در آینده به دست میارن رو روش حساب بکنن و به نوعی در واقع سهامداری بکنن تا اینکه بخوان فروش. بله، من عرضم همینه، بلند مدت نگاه کنن. اصلا سهامداری رو اینجوری کسی فرض نکنه که من اومدم 2 هفته دیگه پولدار بشم برم، من اومدم 3 ماه دیگه پولدار بشم برم. این خطرناکه. یعنی اصلا برای یه استراتژی سرمایه گذاری یکی از مشکلاتی که تو ادبیات فایننس هست اصطلاحا میگن کوتاه مدت گرایی، شورت ترمیزم در واقع بهش میگن، این خوب نیست و ما باید حتما آگاهی بخشی خوبی رو در رسانه ملی انشاءالله، خود ایرنا و جاهای مختلفی که خب پرمخاطبن، اینها باید به مردم بگن سهامداری مقوله بلند مدت. ما ماندگاری بیشتر رو در صندوق ها میدونیم. اگر یه موقعی هم قیمت یه سهمی تعدیل بشه، فرد با خودش میگه که خب من بخشی از پولم سپرده است تو صندوق، بخشیش اوراق دولتیه، بخشیش هم سهامه، حالا از این سهمام یکیش یه مقداری پایین اومد.
پس هر چقدر به سمت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم ببریم ماندگاری بیشتر، هر چقدر بتونیم بازار رو بزرگ کنیم ماندگاری بیشتره. تعداد فعالان بیشتر بازار در این حال که نگرانی هایی داره، من نفی نمی کنم این رو، حتما نگرانی هایی ممکنه برای مسئولین بازار سرمایه ایجاد بکنه، اما یه فرصت هم هست، چون همه با هم تصمیم نمیگیرن بفروشن. یکی ممکنه بگه من نگه میدارم، چی کار دارم حالا بازار یه ذره نوسان کرده. این هم مهم هست. در کنار اینها آینده باید یه کارهایی انجام بشه تا بازار سرمایه بتونه در واقع این شادابیش حفظ کنه. یکیش اینه که کارمزد معاملات رو یک بار سازمان و بورس 25% کارمزد خودش رو کم کرد، 20% ارکان رو کم کرد، 5% کارگزاری رو کم کرد. این جا داره کم بشه، یعنی آینده وقتی دیدیم که بازار یه مقدار رونقش ممکنه کمتر بشه، اونجا جا داره یه بار دیگه اینو بازنگری کنیم حتما به نفع در واقع بازار. بله، البته یه تصمیم هم سازمان و بورس اخیراً گرفت، کارمزد صندوقا رو کرد 1/4. بله، چون میخواد سرمایه گذاری غیر مستقیم رونق پیدا بکنه. یک مقدار بریم روی ابزارهای بدهی و به مردم بگیم اگه شما سهمم فروختید از بازار سرمایه خارج نشید، تو صندوق ها سرمایه گذاری برید، تو صندوق ها برید، تو اوراقی که جذاب هست براتون، پول همین کنار دیوار بازار سرمایه باشه. حالا تو بازار بدهی هم بازار سرمایه هست، ولی منظور کنار دیوار بازار سهام پول بمونه، نره. تک سهم بودن خطرناک، تک سهم نباشه کسی، همه برن پورتفوی تشکیل بدن، چند تا سهم بخرن، 7-8 10 تا معمولا، تا 20 تا 30 تا رو ادبیات مالی توصیه میکنه، بعد از 30 تا ریسک دیگه فلت میشه، اصطلاحا منحنی افقی میشه. دومین نکته اینه که به شایعات توجه نکنن. هیچ کسی در بازار سرمایه سود کسی رو نمیتونه تضمین کنه، حتما بلند مدت فکر کنن. این خواهش رو ما داریم، بلند مدت بازار سهام مناسبه. شاید هم اینجوری بگیم خیلی هم مهم نیست تو چه مقطعی وارد بازار سرمایه میشه، شخص گرونه ارزونه، به شرطی که بلند مدت نگاه کنه. اگه بلند مدت نگاه کنه این مسئله خیلی تاثیر نداره، نمیگم اصلا تاثیر نداره، ممکنه بازده 30-40% بلند مدت سالانه رو بکنه، 35%-30%، ولی اگر بلند مدت نگاه کنن این مسئله قابل کنترل و مدیریت هست که به رابطه قیمت سهام و سوداوری شرکت حتما توجه کنن. این مهمترین استدعای بنده است.